تئوری موسیقی در خدمت شما هستیم. تئوری موسیقی، حالا باز از تعریف موسیقی شروع کنیم. موسیقی علم یا صنعت ترکیب صداها به همراه وزنها و ریتمهای مختلف که باعث منظم شدن و زیبا شنیدن اون اسوات موسیقی میشه. تعریف های مختلفی هست، من یه نوع تعریف خدمت شما عرض کردم. شروع میکنیم از نوت های مختلف. ما 7 تا نوت توی موسیقی داریم: دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، که اینا رو حتما آشنا بودید و شنیدید. و باز از تکرار این نوت ها ما باز نوت های مختلف ادامه رو پیدا میکنیم، یعنی میشه دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، و بعد از سی دوباره از دو، دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، و نوت های ادامه آهنگ های مختلف رو میتونه برای ما بسازه. ما این 7 نوتی که عرض کردم خدمت شما رو 5 تا خط نشون میدیم توی موسیقی که در شکلی که الان جلوی شما هست اینو میبینید. 5 تا خط داریم که از پایین به بالا شماره گذاری میشه: 1، 2، 3، 4 و 5، که خط پایینی شماره 1، خط بالایی شماره 5. این 5 خط نوت‌های مختلف رو این 5 خط قرار میگیرن. ما یه شکل اول اون 5 خط داریم به نام کلید سول. کلید سول این شکلی هست که شما اینجا الان مشاهده میکنید. این کلید سول کارش اینه که جای نوت سول رو به ما مشخص میکنه. نوت سول میشه روی خط دوم. هر وقت شما روی خط دوم، یعنی اون دایره مشکی که الان دارید مشاهده میکنید، روی خط دوم قرار بگیره، نشون دهنده جای نوت سول هست برای ما. بعد از اون نوت سولی که ما شناختیم، نوت های مختلف دیگه رو ما میتونیم باش آشنا بشیم که نسبت به اون نوت سول با جای اون نوت ها رو میتونیم در شکل سه که شما الان خواهید دید مشخص شده. ما نوت سول رو روی خط دوم قرار دادیم. جای نوت های دیگه بر اساس این نوت سول و با اون کلید سول مشخص میشه. یعنی نوت لا بالای خط دوم قرار داره، یک قسمت بالاتر از نوت سول. نوت سی روی خط سوم قرار داره. نوت دو که نوت بعد از سی هست بالای خط سوم. نوت ره روی خط چهارم. نوت می بالای خط چهارم. نوت فا روی خط پنجم. و نوت سول بالای خط پنجم قرار داره. پس از سول که روی خط دوم بود، به ترتیب سول، لا، سی، دو، ره، می، فا، سول، نوت ها یه دونه بین خط ها و یه دونه روی خط قرار گرفت تا بالای خط پنجم که نوت سول مجددن داشتیم. از اون طرف برعکس هم همین اتفاق میفته، یعنی سول روی خط دوم بود، نوت فا زیر خط دوم قرار میگیره، نوت می روی خط اول و نوت ره زیر خط اول. پس ما الان میبینیم که از زیر خط اول نوت ره رو ما داریم توی موسیقی تا بالای خط پنجم نوت سول که با کلید سول این نوت ها جاش ثابت و مشخص هستن. ما به این تعداد نوت فقط محدود نمیشیم. ما زیر این نوت ره یه سری نوت های اضافه تر داریم و بالای نوت سول هم یک سری نوت های اضافه تر که میتونیم اونا رو تو شکل های بعدی ببینیم. ما خط های اضافه تری داریم توی شکل 7 که شما بعدن خواهید دید، زیر نوت ره و بالای نوت سول بالای خط پنجم. اگه دقت بکنید ما توی این شکل 7 یک خط اضافه داریم زیر اولین خط حامل. یعنی ما نوت ری که زیر اولین خط بود، نوت دوی که قبل از ری قرار داره میاد روی اولین خط اضافه. پس نوت دو یک خط اضافه داره و اون دایره مشکی روی اون خط اضافه قرار میگیره. نوت سی زیر اولین خط اضافه قرار داره، دایره مشکی. نوت لا که قبل از سی هست روی دومین خط و نوت سول زیر دومین خط. در حقیقت ما الان دو تا خط اضافه زیر اون 5 خط حاملمون داریم که دیگه امتداد این خط ها نشون داده نشده، فقط اون قسمتی از نوت نشون میدیم که نوت روش قرار داره. پس نوت دو، نوت سی، نوت لا، نوت سول با یک خط اضافه و با دو خط اضافه نشون داده میشه زیر 5 خط حامل. ما نوت های مختلفی دیگه هم میتونیم داشته باشیم، یعنی قبل از سول نوت فا رو میتونیم داشته باشیم با 3 تا خط اضافه، نوت می رو میتونیم داشته باشیم با 3 تا خط اضافه، نوت ره و دو رو میتونیم داشته باشیم با 4 خط اضافه زیر خط حامل، که اینا رو دیگه به ترتیب ادامه داره و بی نهایت نوت ما میتونیم داشته باشیم که اون نوت هایی که کاربردی برای ما داره توی این ساز و توی این قسمت توی این شکل ها میبینید. یعنی شکل 8 یک شکل کامل کننده از اون شکلی که ما داریم، از نوت سول زیر خطوط حامل داریم: سول، لا، سی، دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، دو، ره.
ره می فا سل که این نوت های مختلفی که روی خطوط حامل داریم، هر کدوم از نایه قسمتی از ساز ما اجرا میشه و یک سیمیه که این نوت خاص رو صدا میده. شما با این توضیحاتی که من دادم نوت های موسیقی و جای اونا رو خطوط حامل یاد گرفتید. میریم قسمت بعدی، کشش های نوت های موسیقی. ما هر نوتی که شما اجرا میکنید از اون هفت نوت یه زمانی داره، ممکنه یک ثانیه مکس بشه، ممکنه دو ثانیه مکس بشه. زمانی که اون نوت مکس باید بشه و به ما نشون میده رو با یک شکلی به ما نشون میدیم که توی این قسمت توی شکل 11 ما اینو خواهیم دید. در شکل 11 نوت های مختلفی رو که زمان های مختلف رو به ما نشون میده ما میتونیم داشته باشیم. اولین نوت، نوت گرد. نوت گرد 4 ضرب ما براش در نظر میگیریم. 4 ضرب ما میتونیم به ازای هر ضرب ما 1 ثانیه فرض بکنیم و 4 ضرب و 4 ثانیه ما مد نظر بگیریم. یعنی هر نوت گردی که شما دیدید بعد از ضرب زدن 4 ثانیه صبر میکنید و نوت بعدی اجرا میشه. نوت بعدی نوت سفید هست. گردیه که یک دسته داره. نوت سفید نصف نوت گرده. یعنی 2 تا ضرب ما براش در نظر میگیریم، یعنی 2 ثانیه. نوت بعدی نوت سیاه، سفیدیه که توش سیاه شده. سیاه 1 ضربه، میتونیم بگیم 1 ثانیه. چنگ سیاهی که یک دسته اضافه داره، 1/2 ضرب قرار میگیره، یعنی نیم ثانیه. دولا چنگ 2 تا دسته داره، 1/4 ضرب، 1/4 ثانیه. سلا چنگ 3 تا دسته داره، 1/8 ضرب. ما میتونیم 4 لا چنگ، 5 لا چنگ هم داشته باشیم، یعنی 4 لا چنگ 1/16 ثانیه، 5 لا چنگ 1/32 ثانیه، که دیگه اینا سرعتاش اونقدر کمه که قابل زدن معمولا نیست و به سختی کاربرد داره و دیگه ما اینجا نشون ندادیم دیگه. توی شکل بعدی که شما میتونید ببینید، شکل 12، تقسیم بندی این نوت ها رو با یه شکل خیلی ساده که شما میتونید کاملا مشاهده بکنید میتونید ببینید. شکل 12 به این شکله که نوت گرد رو بالا قرار دادیم. نوت گرد قابل قسمت به 2 سفید، یعنی 4 ثانیه رو ما میتونیم به 2 تا 2 ثانیه تقسیمش بکنیم. همون سفید قابل قسمت هست به 2 تا سیاه. در حقیقت ما از این شکل میتونیم ببینیم که یک گرد مساویه با 4 تا سیاهه، یعنی گردی که 4 ثانیه است و میتونیم 4 تا 1 ثانیهش بکنیم. باز سیاه قابل قسمت هست به 2 تا چنگ. باز میتونیم از این شکل ببینیم که یک گرد به 8 تا دونه چنگ تقسیم میشه و باز یک چنگ قابل قسمت هست به 2 تا دولا چنگ که باز میتونیم ببینیم یک گرد به 16 تا دولا چنگ از لحاظ زمان مساوی هست. هر نوتی که بخواید با هر نوتی مقایسه کنید تو این شکل کاملا مشخص است. یک گرد 2 تا سفید، 4 تا سیاه، 8 تا چنگ، 16 تا دولا چنگ. یک سفید معادله با 2 تا سیاه، 4 تا چنگ، 8 تا دولا چنگ. یک سیاه معادله با 2 تا چنگ، 4 تا دولا چنگ. که این تقسیم بندی کشش هایی که به اضافه اون نوت هایی که رو خطوط حامل شما دیدید و جای نوت مشخص کردید و صدایش رو تونستید تشخیص بدید، زمانش هم اینجا ما میتونیم تشخیص بدیم. توی شکل های بعدی ما میتونیم سکوت ها رو مشاهده بکنیم. ما سکوت گرد رو داریم، سکوت سفید رو داریم، سکوت سیاه رو داریم، سکوت چنگ و سکوت دولا چنگ. که این سکوت هایی که شما الان میبینید، سکوت گرد، سفید، سیاه، چنگ، دولا چنگ، شکلش ثابته و نهایتاً تقسیم بندی زمانی از لحاظ سکوت به ما نشون میده. سکوت با فرقی که با اون نوت داره، نوت ما ضربه میزنیم، اون مقدار زمان رو مکس میکنیم. مثلا برای یک گرد ما یک ضربه میزنیم 4 ثانیه صبر میکنیم، برای یک سفید ما ضربه میزنیم 1-2 ثانیه صبر میکنیم، ولی برای سکوت ها، یعنی برای سکوت گرد ما 4 ثانیه سکوت میکنیم، برای سکوت سفید 2 ثانیه سکوت میکنیم و برای سکوت سیاه و چنگ 1 ثانیه سکوت میکنیم. آخرین قسمتی که تو این مرحله ما میتونیم ببینیم توی شکل 15 الان خواهید دید، میزان بندیه. ما یه قسمت موسیقی و یه قطعه موسیقی میام تقسیمش میکنیم به قسمت‌های مساوی از لحاظ زمان که هر کدوم از اون قسمت‌های مساوی میشه یک میزان. الان توی شکل 15 شما میبینید که ما با یه خطایی اومدیم یه قطعه موسیقی رو از هم جدا کردیم. این خط ها
خط میزان نام داره و اون قسمت هایی که از هم جدا شده هر کدوم از اینا میشه یک میزان، که این میزان و این خط میزان کاربردش چیه؟ یه قطعه موسیقی میاد به قسمت به قسمت های مساوی تقسیم میکنه که اون قسمت های مساوی داخل هر میزان ما تعداد مساوی نوت از لحاظ زمانی خواهیم داشت که توضیحات بیشتری رو خواهید دید. در